جان عدهی بیتی خدانگاهی کنم بخانه نام میگیرم خیلی. شمار زیاد اطفال مصروف کارهای شاقه در روی سرک هستند. اطفال که باید در این سن سال جای قوطی اسفند اسباب مکتب در دست می داشتند، ولی حالا چیزی که انتظار دیدنش نیست دیده می شود. نه ما غریب هستیم، خبر نداریم، ما از دولت کمک می خواهیم. تعداد از این کودکان برنگ کردن بوت‌ها و دست فروشی طلوع صبح را شروع می کنند و شام تاریک با مقدار از پول ناچیز به مکانهایشان برمی گردند. اما مسئولین با دیدن همه این حالات چنین می گویند. پرورشگاه افغانستان بسیار فوق‌العاده خوب تغییر داریم. وضعیت پرورشگاه را تانستیم که نسبت به سال گذشته یعنی یک فضای بسیار نهایت مدرن بشون بسازیم. برای کیا بسازیم؟ برای وید از اطفالی که اونای پدر و مادر ندارن، یا هم پدر نداره یا هم مادر یکی از اینا ندارن. برای این کودکان آینده روشنشان مبهم است. این اطفال با سن نچندان زیاد، قامت کوتاه در میان گرد و غبار و آفتاب سوزان با پیدا کردن لقمه‌نان همه روزه روی جاده ها می ریزند. کمک کنین الالا جان، پیسه یکی یک دو تنانه نداریم جانه را، کمک شوینه بیاده جان، یک کمک که برین. استفاده ایسو خشونت های روحی و لفظی را همه روزه اطفال این کشور متحمل می شوند. از ما همین مشکل است، کارم نمیشه، غریبیم نمیشه، که تا ما جنگ میکنه، توقیر میکنه، توهین میکنه مارا، که چرا که پایل پرنگ نمیکنی بود، توقیر میکنه، توهین میکنه، ما موقع کار نمیکنم که نان ببرم خانه، از ما نان خانه میطلبن، که از زال از خانه مبرایم، از ما نان خانه میطلبن، کار نمیشه، از ما میگه نان بیار در خانه. اطفال که دستان لطیف و ظریف دارند، ولی حالا لطافت دستان این کودکان زحمتکش نابود شده است. فقر و تنگ دستی سبب شده که اطفال از خواهشات خود باز مانند. این اطفال آنقدر مشغول کارهای سنگین و در تهیه نفقه خانواده خود هستند که از آمدن عید، سال نو و حتی روز خودشان که روز کودک است را فراموش کردند. فرشته محبوبی، تلویزیون زن، کابل.